ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میتونه منو به حضرت بکنه، امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا. وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت خدا. یعنی منو بل من جین طب، یعنی منو بل من جین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی. یک راه رسیدن به حقیقت تصور کردن اشیاء است. یعنی شما چیزی میشنوی، سعی کن که این رو به مجسم کنی. مثال ما میشنویم که امام زمان عمرش 1200 ساله، باز بیا مجسم کنیم ببین امام زمان آیا اگه 1200 سال عمرش باشه چه جوری خواهد بود. خب این زن میگیره یا نمیگیره؟ بله. خب این زن چند سال عمر میکنه؟ بالاخره دیگه. برای همیش علمای شیعه میگن که ما نمیدونیم زن داره نداره. چجوری تو محب امام زمان هستی که خبر نداری زن داره یا نداره، بچه داره یا نداره؟ چون که وقتی مجسم کنی کار خراب میشه. آقا خانم میمیره، فامیلاش میگه بالاخره شوهرش کجا رفت؟ شوهرش رفت دیگه، که نمیشه که. حالا من مثلا عروسی کردم مجسم که کنم؟ خب همیشه که جوان نمیتونم ببینم، پیر میشم، آیا من میمیرم یا نمیمیرم؟ خب خانمم مرد، بچه هم که میدونن که بچه دارم یا ندارم، اینه برادر زن دارم یا ندارم، مادر زن دارم یا ندارم. خب اون میگه داماد من کجای دوا غیب شد؟ این باید بارها بارها تکرار کنه. این یک کرشمش است. مجسم کنید مشکل حل میشه. حالا بیاییم ما مجسم کنیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کردن، اومدن مثلا به بازار تهران، میخوام مثلا خمس رو مشخص کنیم. میگه یا ایها الناس من اومدم برای شما از طرف خدای کتابی آوردم، ولی به شرط این کتاب هدایت به شما میدم که به شما به من پول بدید. بازاری ها مثلا ایمان دارن، میگن که آجان یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چقدر برات پول بدیم؟ میفرماد که شما به من به گفته شیعه ها دیگه، ما که نمیگیم، میفرما مجسمش میکنیم. بازار تهران اومده همه رو جمع کرده، میگه یک پنجم هر مغازه‌ای باید یک پنجم از درآمد شما بده به عنوان خمس آخر سال. اوه، یعنی یک پنجم بازار مال برای همین کتاب آوردن، یک پنجم بازار مال حضرت رسول الله میشه به گفته شیعه ها. باز همه دکونا، فقط این نیست، از گنج و نمیدونم خیلی چیزای دیگه، جواهرات و فقط تهران نیست، فقط یه بازار نیست، همه پاساژا، همه به اصطلاح مراکز خرید، باز برو اصفهان، باز برو شیراز، باز برو همه جای کره زمین، هر کسی که به پیامبر ایمان میاره میگه آجان من رو باید اینقدر پول بدید، یعنی من به من به شما نمیدم اصلا، این دین شما دین من اینه قبول ندارید، مسلمان نیست. خب تصور کنید که یک نفر بیاد هم چیز بگیم، ما نمیگیم آقا این پیغمبر نیست، تاجره، درستی یا نه؟ و شیعه به چنین پیغمبری ایمان داره که تاجر مطلقه. باز میگه خب میگه خالص الله سعی کتاب حق تعریف که یه دفعه آدم میگیره، نه 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 میگه تا من زنده هستم پول رو من میدیم،
به وقتی که من مردم به بچه های من میدید. نه فقط اینا، نه فقط این خمسی که میدید به کارهای دیگه هم باید بکنید. یه چهار فرمان رسول الله شما میفرماد که شما باید برای بچه هایمون که مردن همین گنبدهای طلایی بسازید، بهترین جاها رو برایش دفنشون کنید، نمیدونم نقره و دیوارش هم باید طلایی کنید، درش هم باید طلایی کنید. پول پول میخوام، چشم رسول الله، دیگه چی میخوای؟ پیغمبر شیوار داره عرض میکنم دیگه چی بگم چی میخوام؟ بله مثلا فدک میدم به پسرم، شما حق مده در بزنیم. خب این فدکی که ما به اصطلاح بالاخره مردم از هیبت ما به شما دادن، نه اونم مال پسرم هست. اگر میخواید میخواید، من که مردم هم تا روز قیامت بچه های من بدید، گرنه این حق تألیف این کتاب رو من به شما ها نمیدم، اگر که برداشتید ظالم هستید فلان هستید. ما اعتراضی به اینم نداریم، من تو میگیم که رسول الله، منظورم رسول الله شیار میگم، در حرفای شما تضاد است. میگه چطور در حرف من تضاد است؟ میگه کتابی که تو آوردی چیز دیگه نوشته. چی نوشته؟ ما سوره مؤمنون هستیم و آیه 72 در این سوره داره در این مورد صحبت میکنه. مردم میتونن با رسول الله در اینجا احتجاج کنن، با رسول الله شیعه دارن میگه، با پیغمبری که شیعه بشیم. بگیم یا رسول الله در این کتاب که تو اینجوری نوشتی، صفحه 72 آیه 72 از سوره مؤمنون، صفحه 345 و 46 که ما باید از هر صفحه دلیلی بر علیه علمای شیعه بیاریم. آیا لطفا بیارید؟ ام تسألهم خرجن؟ آیا تو از اونا مگه مگه مزد میخوای؟ یکی مزد نمیخوای؟ فخراج ربک خیر، چیزی که مزد خدا برای تو بهتره، و هو خیر الرازقین، تو اصلا از مردم هیچی نمیخوای. معنی آیه رو ببینید، یا از ایشان مزدی مگر تو مطالبه میکنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است، و اوست که بهترین روزی دهندگار است. آیه 72 از سوره مؤمنون. برگردیم تا فرمان و من رو روی صفحه بینندگان ببینم. خب اینجا پیامبر چه خواهد گفت؟ پیامبر شیعه عرض میکنه، ما که نمیتونیم حالا جلوی شیعه به این حرفا رو بزنیم، جلوی آخونده ما رو ترور میکنن، ما رو میکشن، که چرا حرف زدیم؟ هر چی ما گفتیم همونه. ولی اگر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودن و از ما اینقدر مزد میخواستن، یک پنجم درآمد من میخواد، نه من و همه مرد، همه مسلمان ها رو میخواد. مگه برای خودش میخواد؟ بله برای خودش میخواد. حالا من احادیث شیعه رو میارم، برای خودش میخواد. ما میگه خب اونجا تضاد است. طبعا پیغمبر ما نفرموده، هرگز نفرموده، ما میدونیم که شکمش گرسنه است، با خودش شیعه بچار متضاد میشه. حضرت علی میگه مال نداشته، چرا نداشته؟ حضرت فاطمه چرا مال نداشته؟ فدک اصلا فدک برای چی؟ برای مثلا برای آقای ترامپ یه دونه ماشین چیه در مقابل هواپیمای ما که داره؟ اگر ببین، اگر خمس واقعا حقیقت داشته، مزد گرفتن پیامبر حقیقت داشته، همین پول حضرت عثمان بسشون بود. اگر ثروت داشت یک پنجمش پیامبر میداد دیگه، نمیتونست بگه نمیدم که. ظاهرا به قول شما ظاهرا که مسلمان شد بود، ظاهرا که نماز میخوان، ظاهرا هم که پول میداد پول بود. ظاهر باطن نداره، اون نیتش با خداست. ظاهرا حضرت عثمان یک پنجمش، میگیم عثمان غنی، یک پنجم مالش به پیامبر میداد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یک پنجم مالش به پیامبر میداد. حضرت عمر که شما میگید میلیاردر بود، یک پنجمش میداد دیگه. حتما دیگه که نمیداد که نمیتونه، اگه نماز نمیخون که دیگه ظاهر اسلامش هم نبود، خمس هم مثل زکات و مثل نماز پیش شما ها. خب ما اینجا گفتم مجسم کنی آبروی علمای شیعه میریزه. چرا اینا فقیر بودن؟ نون شب نداشتن؟ دائما باید برای اینا پول میمد دیگه. همه دارن تجارت میکنن برای من، یک پنجم در مال همه شریکم. پس دروغ در دروغه دیگه، دروغ در دروغ، دروغ در دروغه. بلکه چون پوله، چون زوره، چون حماقت این طرف، مردم حماقت دارن، اونا هم میگیرن. خب حالا اون آیات دیگه ای در قرآن، آخه یکی دوتا نیست که. ما میاییم الان مثال ببینید این آیات رو یکی بعد از دیگه. ببینید همه این آیات از همه پیغمبرا میگه، میفرمان در همه سوره ها هست. یعنی این فقط سخن پیغمبر ما نیست که من مزد نمیخوام، همه میگن.
این مثلا در سوره یونس هست که پیغمبرشون میگه فاین تولیتون و اگر روی برگردونی فما سالتکم من اجر، من که از شما یک اجری نخواستم، اجری دیگه فارسی دیگه مزد نخواستم، پول نخواستم، این اجری الا علی الله، من اجرم به خداست، از خدا مزد میخوام. خب این در سوره عود آیه 29 بیا قوم پیغمبرشون میگه که ای قوم لا اسالکم علیه مالا، من که به خاطر دعوت به دینم از شما که مالی نخواستم، مالا مال دیگه فارسیه دیگه، هست یا نیست؟ سوره هود هست یا نیست؟ آیه 29 هست یا نیست؟ این اجریه الا علی الله تکرار میکنه به ترتیب در قرآن، یکی نه دو تا نه. بریم پایین تر، سوره هود آیه 51 یا قوم لا اسالکم علیه اجر، این پیغمبر دیگه میفرماد. یوسف آیه 104 و ما تسالهم علیه من اجر، تو میگه از اونها مال نمیخوای که. فرقان آیه 57 قل ما اسالکم علیه من اجر، من دیگه هیچ از شما نمیخوام الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، من میخوام فقط شما هدایت بشید. فرقان آیه 50 شعرا آیه 109 دیگه از بس که تکرار شده آدم تعجب میکنه چطور یکی جرأت میکنه بیاد بگه من. ببینید در همین سوره شعرا ببینید چند بار تکرار شده و ما اسالكم عليه من اجر آیه 100 دوباره آیه 120 و ما اسالكم عليه من اجر دوباره آیه 127 145 و ما اسالكم عليه من اجر، همه جا میگه اجر من با خداست. سوره شعرا آیه 160 تمام نشده 164 و ما اسالكم عليه من اجر، من از شما اجر نمیخوام، این اجر الا علی رب العالمین، خدا به من اجرش میده، من از شما خمس نمیخوام، من از شما پول نمیخوام، من از شما فدق نمیخوام، من از شما گنبد طلایی نمیخوام، من از شما زمین نمیخوام و ما اسالكم عليه من اجر. در آیه اینجا آیه 47 سوره سبا ببینید خیلی واضح تر میگه قل بگو ما سالتكم من اجر فهو لكم، اگر من از شما اجری خواستم باز مال شما باشه، یعنی اگر من از شما چیزی خواسته باشم به فرض محال مال خودتون باشه. این آیات فقط تا فرما سفر نشون بده چقدر دیگه آیه هست، چقدر دیگه آیه هست، چقدر دیگه آیه هست، چقدر دیگه آیه هست، همش با آیه ای که ما بهش رسیدیم آیه 72 از سوره مومنون ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقون، آیا تو از اونا مگر از شما اونا از اونا پول خواستی؟ پول خدای تو بهتر است و خداوند بهترین روزی دهنده است. خب بیننده عزیز من، برادر من، خواهر من، دختر من، پسر من، عزیز من، شما ببین که این همه آیه است، این آخوند از کجا کشیده این خمس برای خودش میگیره؟ چرا این خمسی که برای خودش نمیگیره، خمس برای مردم میگیره؟ آقا جان کدوم از این آخوندها دفتر و دستک داره؟ کدومش دفتر و دستک داره که آقا من اینقدر پول اومد اینقدر رفت؟ این پول دولت اگه هست دست آخوندها چیکار؟ حالا که دولت خودشون هم هست، بازم چون میدونن که عبا پسه، از روز اول نگفتن که خمس حالا به دولت بدید، هر آخوندی میگیره ولی نمیدونه، کسی نمیدونه از کجا خرج میکنه. بارها گفتم اگر به فرض محال قبول کنیم که اینا به مردم میدن، خب یه آدمی هست که پر روه، از این ملا میگیره، از اون عوض مشتهید هم میگیره، از اون مشتهید هم میگیره، یکی خجالت میکشه نمیگیره، این جور تقسیم کردن خمسه، باز خمس که به مردم نمیرسه، فقط به بچه های پیغمبر میرسه با گفته آخوندا، نصفش که 100% میرسه، نصف دیگه هم 100% میرسه. من نمیگم، شما نگاه کنید، اول کلیپ اول رو تو فرمان نمایش بدید تا ببینید که اصلا خمس از چی گرفته میشه، باز کلیپ دوم رو میگم نمایش بدن که ببینید به چی کجا مصرف میشه. لطفا کلیپ اول. بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام، هفت چیز است که متعلق خمس واقع میشود و این هفت چیز اگر در اختیار کسی قرار گرفت و شرایطش مهرش شد، شخص وظیفه دارد که یک پنجم آن را به عنوان خمس در جای خودش مصرف بکند. بنابراین همیشه خمس با یک پنجم مال تعلق می‌گیرد. در ارتباط با چهار پنجم، اون مال همیشه برای مالک می‌ماند. شخص می‌تواند اون مال را مصرف بکند، پسنداز بکند، بالاخره در اختیار مالکش هست که هر جور خواست مصرف بکند. هفت چیزی که متعلق خمس واقع می شود، یک منفعت کسب هست، یعنی چیزی که از مخارج سالیانه شخص اضافه بیاد. دومی معدن هست، سومی گنج هست، چهارم جواهر است که با غواصی از دریا به دست بیاد، پنجم هم مال حلال مخلوط به حرام هست،
و ششمی زمین است که کافر ذمی از مسلمان بخرد. هفتمین موردی که متعلق خمس هست غنایم جنگی هست. در ارتباط با این هفت مورد یک سلسله احکام تفصیلی هست که انشاءالله در ادامه محضر عزیزان مطرح خواهد شد. مصرف خمس. خمس را باید به مجتهدی که از او تقلید می کنیم یا نماینده او بپردازیم تا نیمی از آن که سهم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است برای پیشرفت اهداف اسلامی مصرف شود و نصف دیگر آن به سادات فقیر پرداخت شود. البته سهم سادات را می توانیم با اجازه مرجع تقلید خودمان به افراد سیدی که دارای این شرایطند بپردازیم. مؤمن فقیر یا در سفر مانده باشد، بنابر احتیاط واجب آشکارا معصیت نکند و دادن خمس کمک بر گناه او نباشد. همچنین بنابر احتیاط واجب از افرادی که مخارج آنها بر عهده ماست مانند همسر و فرزند نباشد. بله ممنونم خواهر فرمان. خب دیدید که خمس از کجا گرفته میشه؟ از مال مردم که بقید بگفته اصلا خمس که میدونید خمس غنیمت جنگی هست در اسلام که یک چهارمش دولت اسلامی یک پنجمش دولت اسلامی میگیره و چهار پنجمش به خود همون جنگنده میده. اولا که اینا مثلا اگه سیدی جنگ هم نرفته باشه پول میداره چه بخواد چه نخواد، فقط در غنیمت جنگی زده مصرف شه، اینم برداشته به سید داده. از کجا ثابت میشه که سید؟ آقا این صفوی ها تاریخ اولشون هست سید نبودن، حالا سید شدن، تا امروز هم دیگه هر چی صفوی سیده. کی ثابت میکنیم به سید ما داریم؟ چقدر دروغ سید خودش درست کرد. این صفوی دیگه جلوی چشم ماست که کتاب تاریخش مثلا همون صفدین اردبیلی که یک مرشدی بود هیچ کس نمیگو بی سید است. یک دفعه در دوله صفوی اونا سید شدن، نسلشون هم چقدر زیاد شد. حالا حتی اگه سید باش، حتی اگه اولاد پیامبر باش، قرار شد که اجر نخواد که، قرار شد که مزد نخواد که، قرار شد که مال نخواد که، چیه که میگه خمس بده نصفش مال میگه بچهای پیغمبر هستش. سعادت یعنی بچه پیغمبر، نصفش مال بچهای پیغمبره، مال خود وقت خودش بود مال خودش بود میگفته اینا، نصفش مال امام یک بچه دیگه پیغمبره، او امام هر جا دلش خواست مصرف میکنه. حالا که امام نیست، عرضم به حضور شما نماینده امام هستن که بالا میست از کجا نماینده امام شدن، اونا میگن تو جیب خود میگذن. یعنی انسان اگر اندکی عقل داشته باشه میفهمه که این حکم اینا جهلن وارد اسلام کردن، و چون که از ارکان مهم دینشون هست و دینشون جهلیست، باز اینجوری هم درست کرده که چی میگه؟ میگه که نمیتونم اگه این کار نکنه لباسی که میپوشی با اون نماز نمیشه، بهتر نماز میشه. باز دیگه مردم که بدونید که بالاخره قانون اسلام اینجور است که برای تحمل مردم ساخته شده، خداوند انسان ساخته. حالا ما گفتیم روزی 5 دفعه نماز بخون، اگه میگفت که روزی 500 دفعه نماز بخون که هیچ کدوم ما مسلمان باقی نمیموندیم. برای همین شیعه متدین ما نداریم دیگه، شیعه متمدنی که بتونه 100 درصد به دینش عمل کنه نمیشه. آخر که اگه خدا میگفت همه این سال روزه بگیری نمیشد که. برای همین 2.5% زکات است برای ثروتمندان، این برایش 25% کرده، 20% کرده. عرض به حضورت که باز اون زکات به مردم فقیر فرق نمی کنه. عرضم به حضورتون که سادات باشه غیر سادات باشه طبقاتی نداریم که ما. ولی زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم از مال بیت المال هم به همه می داد، به خود به خودش هم می گرفت، خرج خودش هم می گرفت، خرج خودش هم میگرفت، با ما میدونیم که چقدر میگرفت، نون شب همیشه نداشت. عرضم به حضورتون که حالا ببین که از کجا میگیرن که معلوم شد، از هفت جایی که میگیرن که مهمترینش به قول خودشون همین مال مردمه که دکانا مثلا هر دکان 20% میگیرن. و کجا خرج میکنن؟ جالبه دیگه، دو قسمتش میکنن، یک قسمتش میکنن سهم ایمان، یک قسمتش میکنن سهم صادرات.
و گفتم دفتر دستکی هم نیست. باز اگه با همون سادات فقیر هم میدادن آدم دلش نمیسوخت. دفتر دستکی نیست، حساب و کتابی نیست. ببینید من بارها این رو گفتم که آقای سارکوزی بود، نمیدونم کی بود، یه وقت رئیس جمهور فرانسه بود، در این کشور این آقا کاخ الیزی زندگی میکنه، یعنی زندگی اشرافی داره رئیس جمهور فرانسه. حتی خانومش میتونه 600 یورو تو اروپا خیلی پوله، خانومش میتونه هر روز 600 یورو گل بخره به حساب حکومت، حساب داره. اما همین حکومت نمیتونه چی، نمیتونه 120 یورو بود، کم بود، زیاد بود، دیوان کشور اومد حساب کرد، گفت 100 خرج شخصی تو برداشتی، تو حساب دولت نوشته. سارکوزی بود یا نمیدونم کی بودم، سارکوزی بود به نظرم، دیگه لرزید بیچاره، گفت والا من نگفتم این کارپرداز ما این کاری کرده، فورا پول از جیبش کشید رسیدم گرفت. چیز حساب کتاب داره. حالا فرض کنیم که آقا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاشا و کلا هرگز چنین کاری رو نکرده و نه این چنین چیزی ممکن بوده و نه دینش پیش میرفته اگر این کارو میکرد. پادشاه که نبوده، مردم از دل جان دینش رو قبول کردن. هاشا که این کار کرده باشه، حالا به فرضی که پیامبر ما گفته باشه 20% به بچه های ما بدید، به بچه هاش چجوری میدی؟ کی میفهمه تو دادی؟ عرض کردم به شما، آقای مکارم میگیره، آقای خامنه میگیره، آقای سیستانی میگیره، آقای ولید خراسانی میگیره، یه آدمی که منافقه پیش همشون میره، یه آدمی که منافق هم نیست، پر روه، از اینم خمس میگیره، از اونم خمس میگیره، توی دفتری نمی نویسن. آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ چرا نمیگه آقا این پولا رو این مردم به ما دادن علنی و اینجا خرج شد علنی؟ چرا نمیگه؟ یه دفعه که گندش در آوردن آقای خمینی که آقای شریعت مدار، مرجع تقلید شریعت مدار از خمینی بیشتر مرجع بود، آقا میگه این آدم پولا رو زده، خودشون رو رسوا کرده. و امروز شما میدیم دیگه وسایل اجتماعی همشون رو رسوا کرده. آقازاده ها رو ببین، پول آقازاده ها سیده هست دیگه، خارج دارن میزنند و میکنند و در یک تخت خواب سه تا زن میاره، فیلمش هم میگیره این پخش میکنه، پول دیگه مستش کرد. خب سوال این است که شما ها واقعا چرا اگه واقعا خمس سهم امامه تو جیب شما چیکار، نماینده امام هستی، حساب کتاب بدید دیگه. از دوزدی است آقا، همش دوزدی است. من یادم میاد مادرم رو خدا رحمت کنه، شما باید دعا کنید این سال مرده، خداوند رحمتش کنه. خمس نمیداد که، آخر بیا آخونده رو ول کرده بود، نه پدر من تقلید هم نمیکردن، بگه از مؤمن بودن به مذهب شیعه. ولیکن اول چیزی که پدرم از این دور کرد همین بود که گفت همسایه رو جاسوسی کن. آقای خمینی گفت همونجا تعجب کرد، پدرم گفت که ممکن همسایه با همسایه بد باشه، مرجع تقلید بشه، اینا امام بود. این چطور هم به فکر خودش رجوع کرد که دیگه نمیشه که همسایه و همسایه گزارش بده، همسایه و همسایه بعد یه گزارش میده، دولت چجوری چی میکنه؟ همسایه میگه مواظب همسایه باشد. آقای خمینی گفت این وقت اصلا به چیزش در نیومده بود. بعد دیگه یک روزشون قضا شده باشه، یک نمازشون قضا شده باشه، ولیکن مرجع تقلید هم ول کردن الحمدلله حبتاشون دیگه، یعنی تقلید نکنه دیگه شیعه نیست، دیگه شیعه کلاسیک نیست. خمس هم نمیدادن، اول میداد آقا خودش رفته به خمینی تو عراق رفته بود خمس داده بود پدر ما، اولا که نمیدونست اینا رو نشناخت، به خمینی خمس خودش داده بود. موقع خمینی طبیب بود، خمینی هم زیر فرش بذاشته بود. بعدها دیدیم که از جیب احمد آقا صدر رو برد وقتی که کرباسچی رو محاکمه میکردن، 13 میلیون الان یکی پولی نیست، وقتی کرباسچی محاکمه میشد خیلی پول بود. کرباسچی برای اینکه خودش نجات بده بگه آقا این 13 میلیون رو آقای خمینی در گوشم گفت که این من احمد به تو داده، این مال خودشه، من بهش دادم، تو از کجا آوردی آقای خمینی 13 میلیون میدی؟ طبق مذهبش حق داره دیگه، وقتی پیغمبر فدک رو بده، وقتی که پیغمبر فدک رو بده به فدک دیگه نمیدونم طولش چقدر، عرضش چقدر. پس خمینی چرا نده به بچهش جزیره کیش رو؟ پس دیدید عزیزان که قضیه خیلی خراب. آها این نداشتم میگفت مادرم میگه در حج مولای کاروان که جورای فامیل من بود میگه که به من گفت که بیام هم صلح کنیم. این اصطلاح نمیدونه از مادر من، گفت که چطور تو حرم؟ گفت آقا چطور صلح کنیم؟ گفت اینطور صلح میکنیم که شما حتما خمس زکات رو ندادی، نمیدونم چند هزار درهم ریال سعودی گفت، حال من یادم نیست دیگه عددی که گفت، که اینه بده من بقیه رو به تو میبخشم، من که نماینده امام هستم دیگه.
آدم فهمید که داره کلا میذاره سرش. خیلی هم چنا میده میگه برو نکنه که نمازم قبول نشه، نکنه که حجم قبول نشه. آقای بهش گفته بود که حجت قبول نمیشه تو خمس حق سهم امام ندی. چرا فیلی زن آمده هستن، مردم هستن، ساده هستن، نمیفهمم. بلکه این آیات بهت میگه که ما پیغمبر گفت اگه من اجر خواستم مال خودتون باشه. این چیز به این آشکاری رو تو شما تو مذهب شیعه میبینید. حالا چرا علما شیعه عقب نشینی نمیکنن؟ خصوصا این دوره که ما پیدا شدیم رسواشون میکنیم، آبروشون رو میبریم، پدرشون رو در میاریم. چرا عقب نشینی نمیکنن؟ برای اینکه مال شیرینه. صد نفر نده، دو نفر هم بده، بالاخره دنیا از میخواد خوش بگذرونه. مال خیلی شیرینه. شیرینی مال باعث میشه که یعنی اینا میتونن، برای اینا کاری نداره. حدیث برعکس میگن نه، میگه امام رضا گفته بود که حالا ندید دین اینا خوب واجد جدید در میاد، ولی اینا نمیگن ایش کدومشون. و جالبه که همه با هم ساختن به حکومت هم نمیدن، چون بله در میاد که پولا کجا رفته. پس هر صفحه قرآن علمای شیعه رو رسوا میکنه و ما امروز زیاد صحبت هم نمی کنیم، وقتتون هم زیاد نمیگیریم، مشکلاتی هم داریم، تلفن رو نمیتونیم جواب بدیم. انشاءالله یک روزی باز درست میشه. آیه 72 از سوره مومنون، ام تسألهم خرجا و خراج ربک خیر و هو خیر الرازقی. آیا مگر از ایشان مزدی مطالبه میکنیم؟ مزد پروردگارت بهتر است و اوست که بهترین روزی دهندگان است. و پیامبر هرگز برای رسالت خود اجری نخواست و ما میدونیم که تا آخر عمر چطور زندگی کرد. هرگز نگفت که به علی بدید، هرگز نگفت که به فاطمه بدید. نشان به اون نشانی که اگر میداد اونها میلیاردر بودن، دیگه لازم نبود که حضرت علی فدک رو برای فدک گریه کنه یا حضرت فاطمه. اگر در زمان زندگی خود پیامبر هم در این 10 سال مسلمانایی که جان میدادن مال هم میدادن دیگه. اگر میگفت که مال بدید 20% جان که دادن مال هم میدادن. ولیکن دیدیم که همشون فقیر بودن، حتی حضرت فاطمه خدمتکار نداشت، یعنی اگه خمس میگرفت میتونست 1000 تا خدمتکار داشته باشه. میدید خواهرش داره، اومد میشه پیامبر گفت یا رسول الله به منم یک پدر جان برای منم خدمتکار بده. گفت نه نه، یتیمای فلان هست بتونه میتونم بده. خمس خدا گفته بود باید میگرد، لذا هر سر تا سر دروغ است. باز آخرین حرف بعد از مردنشون هم علمان نمی کنیم که برو بیارش گنبد طلایی بساز. این گنبد طلایی که ساخت شده از پول خون مردم هم، این هم یک اجر دیگه است که پیامبر شیعه از ما خواسته، که برای بچه های ما، برای سادات، هر کس که مرد یک گنبد طلایی و نمیدونم دروازه طلایی و نمیدونم طلا و جواهرات و آینه کاری بساز. چه خبره تو؟ چه خبرتون از پول خودتون چرا نمیسازید از این خمسا؟ بذار هر جور که نگاه کنیم اینها باطل، اما یه جور نگاه کنی باطل نیستن. اون چه جوریه که عقل تو خودت چکش بزنی نخوای نگاه کنی، نخوای نگاه کنی اینا بر حق. ولیکن یه روز خدا میدونه شما خواهد دارم روز قیامت هست برو گرمی امروز شما نگاه کنی، اگر حتی اروپا هم چقدر گرم شد جهنم بابا شوخی نیست، واقعا شوخی نیست. الله ما و شما رو نگه داره از جهنم. الله همه ما و شما رو از ته دل دعا کنید. دنیا برای سر ما بیاد مهم نیست، ولیکن مهم هست و نمیادم که مسلمون باشیم. ولیکن مشکل اصلی در جهنم است که اگر خدا نخواست ما بریم و ما که زکات هم میدیم، خمس هم که میدیم، باطل که میدیم، خمس باطل هم که دادیم، تو گناهکار شدی. عبادتی رو خدا چی نکرده؟ حالا تو به سوی کعبه نماز میخونی، آخوند بیاد بگه که تو به سوی ترکستان نماز بخون. درست است که نماز میخونی اما داری به سوی ترکستان میخونی. خدا به تو نگفته که تو خمس بده. اگه دادی به دین یه چیزی، تو هم گناهکار هستی، هم پولت رفت هم دینت رفت. خسر دنیا و آخرت. ذالک هو الخسران المبین. خسران ضرر آشکار دیگه. الله همه شما رو حفظ کنه و همه ما رو به بهشت ببره. آمین. الله حافظ و نگهدار همه شما. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه.
امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میتونه منو به حکم بکنه، امام حسین در اون ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت خدا. یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن طبو.